چه زمانی انسان ها آراسته به اخلاص در بندگی هستند؟ چشم بچه ها 100% میدونید اخلاص در بندگی منظور چه توحیدیه؟ توحید در عبادت، توحید عبادی قبول، یا همون توحید عملی. خب بچه ها چه زمانی؟ زمانی که تمام جهتگیری زندگی انسان سمت و سوی الهی باشه. وقتی اینطور باشی 100% به توحید عملی میرسی، 100% به اخلاص در بندگی میرسی. خب این روال شما حتما بچه ها میدونید. پس طبق این تعریف گزینه 3 و 4 میره کنار. حالا کدوم آیه بیانگر این مبین این معناست بچه ها؟ باید تو آیه دنبال یک نکته بگردیم که بیانگر توحید عملی باشه بس، یا بیانگر اخلاص در بندگی باشه. عزیزان تو آیه یکی از این ریشه ها بیاد، شما دنبال توحید عملی بگرد یا اخلاص در بندگی. من بهتون میگم تو آیه ریشه فعلی عبده بیاد که دیگه معروف ترین ریشه توحید عملیه، عبادت ریشه عبده بیاد. تو آیه شریف عتیو بیاد داره توحید عملی رو میگه بچه گلم، عرضم به حضور گلتون. و تو آیه شریف تقومو بیاد، تقومو لله، قیام کنید برای خدا. مطمئن باشید این آیه بیانگر توحید عملیه. پس به دست اومد بچه ها تنها گزینه که 3 و 4 رفته بود کنار، بین 2 و 1 آیه ای که توش در واقع تقومو وجود داره گزینه 1، تقومو لله داره میگه توحید عملی. بسیار خوبه.